دوستان عزیز دلانگیز، 22 بهمن 1401 و چندین به چند گیری میخوایم بپردازیم. سعی میکنم طولانی زیاد نشه، ولی بیشتر جنبه فکاهی با طنز داره. یکم ببینیم حرکات جانگولر را. اولیش بانو پرپیخ، بانو پرپوخ رو ببینیم. پرپوخ معلومه که حواسش نبوده لاشکون، خب که مثلا باید پیام بده 22 بهمن، یا حالا ببینیم چی جوریه. نیا کنید پرپوخ چی میده. ای کاش من در ایران بود. یک کلیپی رو که بسیار بسیار زیباست و اینقدر لذت بردم وقتی این کلیپ رو دیدم، از نیروی هوایی ارتش ایران هست و ارتش ایرانه. بله بله، نیروی دفاعی ایدئولوژی کابوس دشمنان ایران. ببینید تا بدانید چرا میترسن. 22 بهمن میترسن. سوال اینجا پیش میاد که اولین سوالی که پیش میاد اینجا که اینه که زمانی پرپوخ، پروین پرپوخ چرا خشکی اینجا؟ نکنید خشکش زده. در واقع این رو به افتخار روز همافران اومده بیرون و من فکر کردم که چقدر باحاله که این رو اینجا پخش کنم براتون و شما هم مثل من لذت ببرین از دیگه. داریم لذت ببریم. ولی تو چرا عکس گشتی کنده خواهر؟ ببین چقدر بیشوره دوستان. این بیشور حالیش نیستش که مثلا اولاق تو وقتی می برنامه میذاری بیننده تو شخصیت تو رو کم کم دستش میاد. تو الان چه چیز نازش میبینی؟ مثلا کلاگیسشو نشسته یا صورت مدتش بوتاکسش به هم ریخته. کیونی مادر قبه کوسته خاره کوسته ماره لاشی عوضی، همه چیزش به هم ریخته، عکس نذاشته. پروین پرپوخ، پروین زمانی بازک دوزک کرده کونی کندخار، یا هم من احتمال اینو حواسش نبوده یه گیگیری باش تماس گرفته یا پیام داده. خانم زمانی بسول بهمن، خانم زمانی شما هیچ بحال نمیدن بسول بهمن در بالی مسئل ایدولوژیک که دشمنان ایران ببینند و بدانند چرا میترسند. خوب بودی خانم زمانی، ببینی الهی خانم زمانی، حواست نیست دارنه، حمایت نمیکنی ما یک کسی نگاهت نمیکنم. آه اینجوری ها خدایشو خواهد زمانی تو اینجوری باید حواسش نمونه. یا کلاگیسشو نشسته یا سرصورتش انقدر تخمی کیریه باید یه ساعت دو ساعت بشینه قبلش جلو آینه. دانش در هر صورت چیزی رو که میخواستم بگم اینجا اینه که ما یک ارتش چی داریم؟ یک ارتش ایدئولوژیک داریم، درست؟ اصلا ما یه سپاه و ارتش و دفاعی ایدئولوژیک داریم. ببینید نیروی دفاعی ایدئولوژیک. کلیپی رو که بسیار بسیار زیباست و اینقدر لذت بردم وقتی لاشکون گشته چیا کرده؟ گشته یه دونه کلیپ رو پیدا کرده از خود تلویزیون پشم شیشه، اون داره پخش میکنم که توشه خلبانان و آهنگ خلبانان اونو اون ترکی فارسی ها رو داره پخشش میکنه. همین چی چرت و پرتایی میگه؟ چرت و پرت. این کلیپ رو دیدم از نیروی هوایی ارتش ایران هست و در واقع این رو به افتخار روز همافران اومده بیرون و من فکر کردم که چقدر باحاله که این رو اینجا پخش کنم براتون و شما هم مثل من لذت ببرین از دیدنش. در هر صورت چیزی رو که میخواستم بگم اینجا اینه که ما یک ارتش چی داریم؟ یک ارتش ایدئولوژیک داریم، درست؟ اصلا ما یه سپاه و ارتش و دفاعی ایدئولوژیک داریم. ببینید نیروی دفاعی ایدئولوژیک کابوس دشمنان ایران. این همون تیتر رو زده، این همون تیتر رو باز زده توی خاک تو سر زمانی، خاک تو سر. نگاه کنید نیروی دفاعی ایدئولوژیک کابوس دشمنان ایران. نیروی دفاعی ایدئولوژیک کابوس دشمنان ایران. ببینید تا بدانید ما چرا میترسن. این اضافه کرده خاک عقل ریدم تو مغزت. کیونی زنی که کیونی اشغال
آشغال اصلا بعد ببین چیا میگه با این قیافه، با این قیافه ریدم به مغز. ایدئولوژی کابوس دشمنان ایران. ما ملت امام حسینیم، درست؟ نگاه کنین این کلاه خدا رو ببینید. کلاه خدا رو ببینید. نوشته فاطمه زهرا علیه السلام. آخه مادر جنده تو خود عراق، تو خود عربستان هم این کارو نمیکنن. کیون دخار آخه این چه کاریه؟ نیروی نظامی که ایدئولوژیک نمیشه که. فاطمه زهرا رو کجا مینویسن روی کلاه خود؟ کونیای بیناموس خر بی پدر مادر. گاوید دیگه شماها گاوید. هیچ جا هیچ جا هیچ جا این کار نمیکنه. تو هیچ تلویزیونی عربی مسلمانه، چه میدونم شیعیه مثلا، هر کونی هست، تو هیچ تلویزیونی موقع خبر نمیگن سلام با سلام و درود بر محمد و آل محمد، اینا میگن. آخه نیروی ایدئولوژی ارتش امام حسینی میبینی روی کل خدای ارتش ایران نوشته، یا حسین اینجا نوشته، یا حسین. خب من این رو از تو همین کلیپی که میخوام بهتون نشون بدم در بیارم از خلبان یا ابوالفضل عباس. ببینید اینا رو، این عکس رو من از همین کلیپ. خانم زمانی چرا تصویرت خشک شد؟ خانم پرپو اینا از تو کلیپ داره برده دو بار گذاشتم و بخشید یکم توی شلم شلوه یکم خنده داره دیگه به هر جهت. آخه کدوم میبینی؟ سال انقلابمون رسیدیم، جشن انقلاب رسیدیم. آها. به خاطر همین هست که ما واقعا ملت شهادتیم و ما ملت امام حسینیم. یعنی ملی گرایی به تنهایی کافی نیست، باید این باور و ایمان. ملی گرایی کافی نیست، باید کونه بارون هم بدیم، باید بگیم مثل کلاخور حسین. ببینید شما مثل خودشان دیگه، باید عکس کونی رو بندازیم رو پیرانمون بشینیم جلوی دوربین. منطقه وقتی حواسمون نیست دوستان، وقتی حواسمون نیست که مثلا 22 بهمن باید یه گوی بخوریم، اونم خونه خوابیده دیگه. خانم زمانی در تنهایی در یک آپارتمان یه روز، مطمئنم خبرشو میشنوید، بوی گند گرفته و همسایه ها به پلیس زنگ زدن که بیا ببین چه خبره. گیگیری هم خبر ندارم از خانم زمانی، 10-20 روزه به اون با خبر مرگش توی یکی از تلویزیون های لس آنجلسی، جسدی در یک آپارتمان در لس آنجلس بوی گوه گرفت. موجود بدبخت دقت کردید بهش؟ موجود خاک بسر دقت کردید؟ پروین زمانی رو تنهاست، تنهای تنها. این من نمیگم، ما خود و سعید قاسمی خودش گذاشت فیلمشو. سعید قاسمی گفتش زنگ زده به من گفته اینجا دارن لهم میکنن، برگشت تو ایران در به در کیرم هست زمانی اونجا. تازه بکن مثلا، بکن توی شما تصور کن دوستان، خودتون بزنید جای این زنی که پیرزن بدبخت اشغال به شخصیتش. هر خری میدونه پروین زمانی با این قیافه که به این کسشلهی که میگه، ببین چی داری میگه، قلبی باشه. من میخوام صحبت ها رو واقعا کوتاه کنم و برم سراغ اون کلیپ بسیار زیبا. میخوام فقط بهتون بگم اگر هنوز تنبلی کردین تو خونه نشستی، بریم بیرون برای یه ساعت هم که شده بازی میکرده زمانی. خب یکی یه پیام اومده، دفترم تو باز کرده، یه دینگ دینگ یه پیام اومده، خانم خانم زمانی شما برنامه نداریم برای 22 بهمن؟ زرتی اینو گذاشته واسه رفته خلبانان اینم پیش پیش هم کردم بشه. برین یه سرگوشی آب بدین، یه خورده جیغ بزنین، داد بزنین، زنده باد ایران بگین، الله اکبر بگین، سرودمون رو بخونیم، سرود زیبامون رو بخونیم. بدبخت بدبخت، آخه تو بزگل، هر کسی هر خری میپر بچه میپرمه. و این گیری عقب افتاده بسیجی هم دیگه میفهمن بازی دارن در میارن. تو با این قیافه، تو با این حرف سرود قشنگیمون رو بخونیم، ما ملت امام حسینیم با این قیافه گیریمون، با این قیافه ما ملت امام حسینیم. ببین این کار رو اگه این کار واسه هم ببین شما این رو با کی مقایسه کنم من؟ با کی خدای مقایسه کنم که بگم اون کار، اون کار مثلا الهام چرخنده رو شما در نظر بگیرید. الهام چرخنده میدونیم چه کندخار کونی کندخاریه. خب ولی الهام چرخنده وقتی نشسته از اسلام و مسلمانان میگه، این شکل و ظاهرش رو شبیه اونا کرده دیگه. این داره حرفای خانم جلسه ای رو میزنه با قیافه
مادلین آربرایت. خنده‌دار نیست؟ این تضاد رو این زن بیشعور نمیفهمه و اون گیری بیشعوری که این حمایت بکنه اونم نمیفهمه. و بدون هرکس تو کندخار آخامنه‌ای گفته هرکی من حمایت کرد، این هرکس حمایت کرد آقا شما حمایت کنید گیگیری ها بسیج ها بهش بگید با شرف. میدونیم همه همه اون بیشرف هستیم ولی شما بگید با شرف، درود به شرف. آخه زنی که کونی و خودتون رو از شادی در واقع پر از شادی بکنین و از میخوام بگم اون چیزایی که زندگی برای ما زندگی روزمره و مشکلات برای ما ایجاد میکنه، امروز روز یک روزی مثل 22 بهمن میتونیم بریم در واقع خودمون رو تخلیه کنیم با چیزهای خوب، با شادی و با دیدن هموطنان عزیزمون و یک پارچگی وحدت و این کدوم بیشتر اون چیزی است که ایران رو نگه داشته. خب من میخوام برم این کدوم نیروی امنیتی دنیا، کدوم نیروی ارتش، چه میدونم کدوم سپاه کدام کشور آخه این کارو میکنه؟ این چیه؟ اونم مال فرهنگ خودت نیست. یا حسین، یا ابوالفضل، یا فاطمه تو زهرا، یا خیابان فاطمی. کلیپ بسیار زیبا و بسیار غرورآفرین رو برای شما اینجا پخش کنم. پخش کن. امیدوارم که شما هم مثل من لذتشو ببرین و کیف بکنین. یکیش این بود، یکیش این سوتی بود که این عکس خودشو گذاشته. تو ایران اگه بود با این یه باری مردم گذاشت تو برنامه مغیر خالص صحبت کرد عکسش گذاشت. خب تو ایران گفت بودم رفت چند برنامه رفت بدون روسری، گفت ایرانی من خونه به جای شخصی هستم شعور نداره دیگه. بعد بهش مثل که سیخون رنگ زدن گفتم با حجاب تو رعایت کن، ایرانه تو خونه نشستی داری فیلم میبینی بیرون دیگه. خب بعد نذاشت عکس صداش صدای کیره خرش بود. خب الان هم اینجا میبینی چی مورده، اونجا دیگه این مورده نداره که اونجا خانم زمانی آمادگی نداشته احتمالا بسیار افتضاح. من یاد جلیل میفتم اینجوری صحبت میکنم، احتمالا چیز نداشته خانم زمانی یا مثلا اون تیشرت ها رو تو باشین رخشویی باشه رو تو کرسته تشتی میچرخیده یا مثلا کلاگیسش چه بدونم باد اومده برده باشه یا کلاگیسش هم تو ماشین رخشویی باشه معلوم نیست، آمادگی نداشته. الان من چی جوری چیکار کنم؟ الان نمیتونم بشینم جلوی دوربین که یه پیام همینجوری میدم لو میره. حالا آقا عوضی بیشور از دیدن این کلیپ بذارین اول یه خوردهشو میگذارم چون یه حرفی دارم باهاتون. ببینین اینجا در واقع چی میگه. سازمان عقیدتی سیاسی ارتش تقدیم میکند. خب بعد این چه بیشوره؟ یه سازمان این نمیشه سازمان عقیدت سیاسی ارتش خیلی میکنه. اون ارتش سازمان عقیدت سیاسی ده اصلا میره چه بیشوره بابا. این بیشوره آخه به این چیزا رو یادم منم تا الان دیدم این چی گفت. دقت کردی؟ یه ساز این اینجا نوشته سازمان این کلیپ و سازمان عقیدتی سیاسی ارتش تقدیم میکنه. این میگه نگاه کنید اینجا ببین چی میگه، ببین چی میگه. نری دوباره اینجا چی میگه. تقدیم به بیش از 48 هزار شهید و 211 هزار جانباز ارتش جمهوری اسلامی ایران و پیشکش به تیز پروازان نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران که برای سربلندی نام ایران مردانه تا پای 48 هزار تا انسان کردن زیر خاک. اینا کونیای نفهم حالیشون نیست به چه بهایی آن ایستادن و یاد و خاطره آنها در دفاع از این مظلومون همواره جاودانه خواهد ماند. خب این رو براتون خوندم و حالا نگین که چرا من فقط رفتم روی ارتش. نه ارتش و سپاه با هم کل نیروی قواییمون برای ما عزیزن، عشق ما هستن همشون. حالا من برای اینکه این کلیپ بسیار زیباست موجود فلک زده یه دروگو پروین زمانی کاک تو سرت بدبخت. هر خری دیگه میدونه تو اونجا تو عکساشو دقت کنی این آدمی که این همه بوتاکس موتاکس میزنه و لبو مثل کونه میمون میکنه میاره جلو دوربین کونده خار صورت رو بوتاکس میزنه باد مثل بالش باد میکنه صورتشو مثلا دختره 18 ساله است انگار خارکسته کونی. این عکسشو نگاه کنی یه عکس با خونوادهش نداره این کسننه که مثلا این همه میگه دخترم همسرم یه عکس باید داشته باشه دیگه.
یعنی دخترش هم اگه باشه یه دونه عکس حاضر نیست با این کونی بندازه، اینقدر افتضاح ننهه که تابلو بشه. بفهم من این دو این ننت اینه، ننت این انسالیتس، این کونیه. بیا حالا ملوانان گذاشته و فکر میکنم که باید این رو در واقع امروز بسنده بکنیم به نشون دادن این کلیپ. خب بریم این کلیپ، بریم این کلیپ رو با هم دیگه میبینیم. من از خانم زمانی داشته با دیلدوش بازی میکرد. خانم زمانی یه بار میره مثلا دیلدو بخره. خانم زمانی بهش در بدر کیره پروین در بدر، این شک نکنیم، من خنده نمیگم، در بدر کیره. خب بشین میره مثلا تو لس آنجلس این فروشگاهی اسباب بازی های جنسی میره این برمان نگاه میکنه، نگاه میگرد نمال گانه ترینش میگه آقا اون رو من بده. یارو فروشنده میگه که میگه سرکار خانم کدوم میکی؟ میگه اون قرمز رو به من بده، اون قرمز رو به من بده، من اونو میخوام کادو میخوام پوفیجا زروگو هم هست کادو میخوام ببرم برای یه نفر. میگه اون کپسول آتش نشانیه خانم، اون چیز نیست، اون اطبای خریقه، اونو میخواین استفاده کیه که میخواین؟ راست میگی، من کجا میتونم یه دوسته اندازی اون پیدا کنم؟ نداریم اون سایز، نداریم لاما اصلا اون کپسول آتش نشانیه. قطر کونتون خیلی زیاد شده، بهش بگین این دوست عزیزمون اونو نکنه تو کونت، نشسته الان رو تخت، بری یه دونه کپسول آتش نشانی میکنه تو کونش. من مطمئنم دیگه. نه کسی که هیچ مردی کیرشو به پروین نمیده. قلمانان بذار حال کنیم، همینجا ازتون خدافیزی میکنم. 22 بهمن فرخنده باد، شاد باد بر همه. این زن دقت کنید کم به حرف من، زنی که میشه اینجوری دوربین اهنتولوف میکنه دائم، یه ساعت دو ساعت قبلش نشسته خودش بزک کرده، خاک دوست سر بیشخصیت. چون چرا دوستان تنهاست، موجود بدبخت زیاده، طلب حقیر. الان توی فکر کنم توی کشور داشتم میگفتم کشور غریب شما تنها باشید همزه، تو لس آنجلس شما اصلا نیازی نداره که اصلا معروفه دیگه، هم ایرانی هم، یعنی همین که میگم خیلی ایرانی هم، شما نیازی ندارید حتما زبان انگلیسی بدونید. داشتم بردم با بزرگ ننه بزرگاشون هم بردم اونجا دارن زندگی میکنن، ولی فکر کن تو بیا ایران بفهمید ان بارت نمیکنن، برگردی دوباره لس آنجلس، تو لس آنجلس باشی، پروین زمانی باشی تو لس آنجلس، میای تو خیابون همه تو میکنن رو زمین، تو میبینن هیچ کسی بازی نمیگیره دیگه، مجبور زنگ بزنه با دکتر شفیع زاده صحبت کن. یا با کی، اون یکی بود، کی بود، به همینا دل خوش کنه دیگه بدبخت، به خاطر اینکه گندگوزی کرده، گنده گوزیده، خب کونش پاره شده، گنده گزیده کنش باره شده، میخواسته یک آدم گنده ای بشه پروین زمانی، اون تو گنده گزیده خودش تعریف میکنه. میرفتم سمینار دکتر هولاکویی، پروین زمانی این کونی، بهش گفتم میخوام این مؤسسه همسرجون رو بزنم، میخواستم خط پیش تموم بشه، سمینار دکتر هولاکویی میشناسیم که شوخی نداره با کسی، ازش باش مشورت کنم. اینو میگه این زنی که جنده، یکی گفتم از فقرانش تماشا رفتم بهش گفتم میخوام یه همچی کاری کنم، دکتر هولاکویی موافقت نکرد، ولی من رفتم کار خودم کردم. حساب بکنیم دکتر هولاکویی اینو که بهش گفته، ببینید که چجوری میزنه تو پر یارو. صبر کنید خانم، صبر کنید، شما کونتون لق خانم، خانم این چه کار، اینجا این بنگاه پا اندازی در لس آنجلس، این کار درست نیست، کار احمقانه. باز رفت دکتر هولاکویی بهش گفته نکن این کارو، باز رفته کار کرده، دیدی که آخر عاقبتت پروین زمانی همین انیه که هستی، این نقد و نشونه یک سقف سیاهی من دارم، تو در تنهایی و بدبختی، در فلاکت، در حسرت کیر میری پروین زمانی. در حسرت کیر بوی گندت بلند میشه، زنگ میزنم پلیس، بعد 20 روز یه ماه تازه خبرتو مثلا یکی از این کانال های لس آنجلسی پخش میکنه. حالا این کسیرا رو جانیان و میریم جشن میگیریم و عشق و حال میکنیم با این روز زیبا و فراموش نکنیم خوشحالی و شادی رو، و یادتون باشه که به اشتراک بگذارین برنامه های من رو و نظرتون رو هم بنویسین. خدا نگهدارتون. رب سراغه کپسول آتش نشانی بکنیم کسش کونی مادر قبه Parmin parapir, parmin parapir.
پری بینی پری بود پری بینی پری بود پری بینی پری بود لاشی کنی لاشی کنی پری بینی پری بود یکی بگم یکی من اینجا نیا کنی این زن خواستم اینو بگم این زن نخبه های زندانی نخبه های زندانی کدوم نخبه زندانی داره آب میریزه با آسیاب دشمن ما نخبه زندانی داره آب میریزه با آسیاب دشمن ما نخبه زندانی نداری این که اینجوری میشه اینجا دوربین نبود این دفعه نبود یادش رفته بود پرپوخ نبود این کنی بریم سراغ گیگری بعدی آه گیگری بعدی یه حرفی زد این علی علیزاده لاشکون یه حرفی زد خیلی جالب گوش کنی علی علیزاده چی گفت بابا تو رفتی دوباره رضا پهلوی بدبخت بدبخت تو دنبال رضا پهلوی رفتی پسر بچه‌ای که حسنش این بوده که پول طلا بوده و باباش ابردزد تاریخ ایران بوده یعنی توی این 2500 سال غیر از مغول‌ها و کسایی که از بیرون اومدن هیچ کس اینقدر ندزدیده بوده آخه باباش ابردزد دودول تلاس تو رفتی دنبال رضا پهلوی که دودول تلاس خواستش اینه که دودول تلاس علیز علی علیزاده علیز این چی شنین چی گفت بدبخت بدبخت تو رفتی دنبال رضا پهلوی که حسنش که دودول تلاس حسن این کسی که علیز داره ازش چیز میکنه چی دفاع میکنه چیه حسنش این کنش برز ما داره باز دم اون دودول تلاش گرم کنش برز داره لامصب علیز به خدا کونش برز داره این خیلی مهمه و هنر خانواده شون این بوده که زمین از دست میدادن با بزرگه بخش طلایی توی آذربایجان از دست داد که الان مسئله شده برای ما بابای این دیگه تاریخ جدید ببین تو کنده بازی تو کستخار بازی تو مادر جندگی توی پیچ اون خسرو معتزد و این کنده خار گرفت یه ما نشنه نوم خسرو معتزد هم دیگه به رضا شاه این انگار رو نچسبونده بود چین چی گفت؟ تونده کار چین چی گفت؟ اهلی رو از دست داد که اگه از دست نمیداد میتونست معادلات خلیج فارس رو عوض کنه خب هنرشون این بوده که بعد... آخه بیناموس آخه کونده کار آخه آشغال آخه واسه این گیگیری ها میگی که حتی توضیحش هم نمیتونن بدن وقتی میرینی بهشون که اینجوری بوده جریان رفراندوم اونجا گذاشته اونجا اصلا دست ایران نبوده پایگاه انگلیس بوده انگلیس ها میزنن بیرون رضا شاه میره اون تو سریع میگیرتش اینجوری بحرین میشه واسه ما میگه بحرین از دست داد پدر سگ بیناموس برای رضا شاه گوخوری کردی که ریدم تون قیافت ریدم تون قیافت اشغال عوضی تو این دوره بالا تا پایی ایران اشغال شده بالا تا پایین ایران اشغال شده خب و توش کودتا انجام شده هنر اینها این بوده و وقتی غرب گفته که هری برو بیرون من ازت حمایت نمی‌کنم کلش انداخته پایین عین یک سگ فرمان بر رفته بیرون و تو به پسر این رأی دادی پسری که هیچ هنری نداره جز این که پول بابا رو خورده ما از خواسته هامون در مورد دموکراسی خواهی کوتاه نمیایم بابا تو رفتی دنبال رضا پهلوی بدبخت بدبخت رفتی دنبال رضا پهلوی این دودول تلاس حسنش اینه برو دنبال علی خامنه ای کونش پرز نداره لام از سب برو دنبال اون تو نمیدونی کونی ها چقدر با حالا برو دنبال اون باباش بزرگترین دزده ببین چه انگا این آدم ببین این آشغال اگه یه نفر تحصیل کرده تو گیری ها باشه دو تا یکی اینه که اون داریوش سجادی دو نفر که مثلا حرفاشون گیری ها نمیفهمن خب این ببین این اصلا بعید بودی همچین چرتی بگه ببین چجوری داستانه بره حمایت چجوری بهش گفتن حمایت کن اوضاع رژیم چه کون در درخت در کونیه علی خامنه ای که این گفت بگه قشنگ این واضح بگو که گیری های منم بفهمن دیگه علیز می اینجوری گفت ببین با چه پایت تو سر کنن تو دنبال رضا پهلوی رفتی پسر بچه‌ای که حسنش این بوده که بولتلا بوده و
باباش ابردوز تاریخ ایران بوده، یعنی توی این 2500 سال غیر از مغولا و کسایی که از بیرون اومدن هیچ کس اینقدر ندزدیده بوده. خب و هنر خانواده‌شون این بوده که زمین از دست میدادن. با بزرگه بخش طلایی توی آذربایجان از دست داد که الان مسئله شده برای ما. بابای رضا شاه میگی بخش طلایی آذربایجان از دست داد، این تاریخ از کون درآوردی؟ آره دیگه رضا چشاشو نیا کن، ریدم تو اون چشات علیز چه انی هستی، بکنم حالت بده، هستی مریض علیز. علی سوال میکنیم از علیز. دزد دیگه پولای دزدی داشتی میخورده، حتما یه سریش هم داره دیگه. علیز هیچ دزدی، من این بارها بهشون گفتم، هیچ دکونی ها هیچ دزدی به محل سرقت دوست نداره برگرده. خب میگیرنش دیگه. رضا پهلوی میخواد بیاد ایران، شما نمیذارین. این چه جور دزدیه که دوست داره برگرده؟ برگرده بذارین مردم میگیرن، این سری میگیرن، دو تا میذارن تو سرش، میبرن زندان و بازداشتگاه و اینا، پولا رو میخوان بگیرن دیگه. چه خیلی خوبه، کدوم دزدی بیشوری که میخواد برگرده تو محلی که ازش سرقت کرده؟ چرا نمیذارین بیاد؟ بدبخت، بذار بیاد. آقا کاری نداشته باشین، رضا پهلوی بیاد تو خیابون قدم بزنه، مردم همه ازش متنفرن دیگه. آره سریع آقا اینو بازداشتش کنین، دزدی کرده این لاشکون، دزدی کرده آقا، من میدونم دیگه. این مردم همه همینه میگن. نه علیز کونی هرین از دست داد که اگه از دست نمیداد میتونست معادلات خلیج فارس رو عوض کنه. هنرشون این بوده که بعد تو این دوره بالا تا پایین ایران اشغال شده، بالا تا پایین ایران اشغال شده، خب و توش کودتا انجام شده. هنر اینها این بوده. بابا غرب گفته که هنر این چی بوده؟ باباش چپی بوده قیافه رو. باباش چشات چرا تابعت هست دریز؟ علی زاده چرا این چه قیافه یه تو داری؟ قیافه هنری، اما موهاش هم اونجوری کرده هنری، مثلا جولی بولی کرده خودشو. دیگه کسی به رضاشو انگ نزده بود کونی تو چقدر رفتی جلو؟ برو بیرون، معذرت میکنم، کلش انداخته پایین، اینه یک سگ فرمان بر رفته بیرون و تو به پسر این رای دادی، پسری که هیچ هنری نداره جز این که پول بابا رو خورده. راست میگه، بیا به چیز رای بده، بیا اوه بیا پر. راست میگه، بیا علی خامنه ای رای بده، سرش نمیندازه بره که بهش میگه برو کونی باشه، برو تفنگ ساچمه ای میکشه میده دست گیریش، بزنین چش، بزنید چش در بیارید، بزنید به نقاط حساس، کور کنید اینها رو. اینجوری دیگه داره غارت میکنه کشور رو. بعد جدای از غارت داره به گا میده. چرا میگم این دیوونه است؟ دیوونه شده الان شرط و پرت واقعا گفت کلیپ بعدیش ثابت میکنه. کلیپ بعدیش اینجوری ثابت میکنه بهمون. اینجا این چی میگه این کنگو شد علیز؟ دوستان عزیزمون، دوستان عزیز، به احتمال زیاد علیز شده مریض. قال موسوی بازیگر قدرته، خودش و جنایی که بهش متعلق بود تونستن کشور رو به چنان بحرانی بیارن که بعد از 4 سال عقب نشینی کنه نظام جمهوری اسلامی ایران موسوی. و بگی بیان تو، بیان سهمتون رو بگیرید، یه ریاست جمهوری بگی 8 سال بگیرید و ما رو ول کنید دیگه، بزنین بیشتر بحران انجام نداره. و معتقدم که 88 مال 8 علمم چی 88 داستان چیزه علی، داستان احمدی نژاد و موسوی بود که بعد احمدی نژاد ابقا میشه. این چی میگه؟ دقت کنید، میگم این قاط زده مال اینه. قاط فاجعه برای مردم ایران بود. 88 دفاع از جمهوریت نبود، 88 برگرداندن فاسدترین بخش های بورژوازی غربگرای یعنی جمهوری اسلامی، یعنی اولیگارشی غربگرای جمهوری اسلامی، یعنی اولیگارشی غربگرای 88. این تاریخ بابا این کوک بد بهت میدن علیز، این کوک استیف میزنه دماغو نیا کنی، این کوک استیف میزنه بدم میزنه، استیف میزنه خفن. اوه قیافه چشات چرا یکی شرق ایده نه شرقی نه غربی و شعار نه شرقی نه غربی و چشایی تو نقض داره میکنه علیز، خودت تو مجرمی به نظر من. کوکو میگیری میزنی لام هستم قطره میریزی تو چشت که مثلا اونجوری گوری مگوری نشون نده. خب تابلوه دیگه، این کارا رو درست واسه ما رسیا نکن دیگه کنی. خب
منتها تو داری اشتباه میکنی، نمیدونی حالتو خراب کرده، جنس خرابه. علی چی میگه؟ غالب حسن روحانی و حسن روحانی اصلا 88 فسادش بود که آمدند و خوردند و بردند و بر سر بر. اشتباهی که علیز میکنه اشتباه به چیز نیست، تو تاریخ نیست فقط. داره که 80 ببین 88 موسوی رو ربط میده. موسوی اصلا اومد تو انتخابات احمدی نژاد ابقا شد. بعد احمدی نژاد 4 سال بود مبوطی، بعد روحانی، داستان روحانی بود. روحانی هم که با رأی مردم اصلا چیزی نبود، چیز اختشاشی چیزی در توی رأی گیریش نبود. این علی طوسی باز آوردش که مثلا دولت اصلاحات رو دوباره بیاره، کدشش اونجا رو رأی آورد. ببین چه اشتباهی میکنه جام و پروژه‌ای که گرفته بودن که ایران رو حتما به زور به غرب به شکلی الساق کنن، کشور رو گروگان گرفتن و یک نسل رو سوزوندن. و حسن و میرحسین موسوی در 88 کارو به اینجا رسوند. ببین آخرش موسوی بازیگر قدرته خودش و جناح خیلی با نمک بود. آخرش درست کرد، گفت ریده، آخرش ریده. بابا ویدیو رو درست کن. خب وسط ویدیو در آورد اینا رو، شورت ویدیوه. علیز نگیر از این چیزای حال مریض، جنس خراب بهت می. کجا میری؟ جلوی زیر پل چیز میری؟ میرو برو اون ساعت بیگ بن اونجا مشترک کاسبا اونجا وامیستن. نگیر از اونا، ناتو هم هرکی کونی خیلی جنست قاطی داره. بابا پول به این بدین کونی های جمهوری اسلامی، جنس ناتو داره میگیرو. چی گفت؟ 88 بس کرد به روحانی. بعد دید آخرش گفت شروعش از چیز بود، شروعش از اینگرو موسوی بود. موسوی چه ربطی به روحانی داره؟ خکونی یه حالت خرابه دیگه، حالتو خرابه. موسوی بازیگر قدرته خودش و جنایی که بهش متعلق بود تونستن کشور رو به چنان بحرانی بیارن که بعد از 4 سال عقب نشینی کنه نظام جمهوری اسلامی ایران و بگی بیان تو، بیان سهمتون رو بگیرید، یه ریاست جمهوری بگید 8 سال بگیرید و ما رو ول کنید دیگه، بزنین بیشتر بحران انجام ندید. و من معتقدم که 88 یک فاجعه برای مردم ایران بود. 88 دفاع از جمهوریت نبود. 88 برگرداندن فاسدترین بخش های بورژوازی غربگرای جمهوری اسلامی و اولیگارشی غربگرای جمهوری اسلامی در قالب حسن روحانی و قبیله پرفسادش بود که آمدند و خوردند و بردند و بر سر برجام و پروژه‌ای که گرفته بودند. اصلا جریان روحانی که با موسوی فرق، چون همشون این اصلاح طلب، اون اصلاح طلب خامنه ای دوست روحانی، اینا اصلاح طلب کنیای دیگه هم خاتمی. اینا شما گیگیری ها همه رو میزنی، اصلاح طلب هر کی مخالف اون کنیه بزرگ بود میزنینش. اینجوری که نمیشه که علیز، جنست قاطی داره. اون رو حتما به زور به غرب به شکلی الساق کنن، کشور رو گروگان گرفتن و یک نسل رو سوزوندن. و حسن و میرحسین موسوی در 88 کارو به اینجا رسوند. میرحسین موسوی بازیگر قدرته خودش و جناح همین میخواست موسوی مثلا چیز کنه، ما بهش گفتم آقا درباره موسوی مثلا یه برنامه بساز بزن. چرت بود زده خیلی به عظما به کون آقا فشار اومده. شروع کرد از 88 چجوری چسبون به خاتمی و اون هم غربگره ها، بیاین تو قدرت تو این دست. ای تو روح پدرت که چپی بود، چپی ها چپ کردن، علیز راستی ها راست، ولی چشم تو هنوز هست چپ و راست. چشات چون اونجوریه؟ تو ویدیو قبلی خیلی ناجورتر بود، کوکش بدتر بود بکنم، جنسی زده بودی، خیلی پرت و پلا گفتی. رضا شاه یک کونی درخت تو کونت، تو کونت، تو کونت درخت هم جانمش پاره میشی اصلا. آشقال کله. بریم ویدیوی بعدی. ویدیوی بعدی از این نیگه جب کردم، خیلی بانمکه. این یارو مسئول چیه؟ رئیس سازمان سینمایی هنگام این خضایی محمد خواهی، همون کونی های درجه یکی، از اون کونی های درجه یکی. این بغض رئیس سازمان سینمایی هنگام صحبت درباره راهپیمایی به سوی بهمن. و سینماگران حوزه بین الملل کشورهای مختلف متمرکز به کشور گیگلی
گیجیلی صدا گیجیل چرا گیجیلی اینجور صحبت میکنم؟ همه شما این هم صحبت میکنم های همپیمان همزبان کشورهای منطقه‌ای حوزه شانگهای و خزر و شما مردم عزیز جشنواره امسال با شکوه‌تر از سالهای قبل با شکوه‌تر چه بیشورن با شکوه‌تر هستن حالا ببینیم چی مثلا داستانشون چیه این جشنواره نیست سود شده دیگه خب بعد این کونی لو میده آخر داستان چیه مثلا این مراسم اختتامی هست چه تماشاگری جمع کردن الان میگه از کجا جمع کردن خود بیشور خدا رو شاکرم که توفیق خدمت به چنین مردمی و هنرمندانی رو به ما عطا کرد امسال تمام دستاوردهایی که در یک سال گذشته در مراسمات مختلف بیان شده بود سیاست‌ها و اهداف اجرایی شد آهان این ابقا کرده این کونی ها جوانان جدید نیروهای خلاق گیگلی ها متعهد متخصص در سینمای ایران گیگلی در کنار اون آشنا به زبان جهانی بلنبه. نگاه جدی به شهرستانها و استانها نگاه به این که همه سینمای ایران تهران نیست توجه به اقلیمهای مختلف مشکلات سراسر مردم کشور مردم آذربایجان، کردستان مردم شمال مردم خوزستان خیلی قشنگ سنگ تمام نه ابقا می‌خواستم بکنم و حضور فعال فیلم سازان و بانوان جدید در عرصه سینمایی بانوان جدید آوردی و مهمتر از همه مزامینی پرشور از امید و نشاط و سازندگی در حوزه داخلی بود در حوزه خارجی هم بالغ بر صد خورده مهمان خارجی ما امروز میزبان اونها هستیم مهمون خارجیشون که دیدین مهمون خارجی میهم این زغال سیاه هدفون گذاشتن هیچی هم نمیفهمن مترجمه چرت و پرت میگه برایشون مهمون خارجی همونا از اون خوشگلن کشورهای متعدد در بازار فیلم بخش های مختلف جشنواره و این نشون میده که نه تنها سینمای ایران محدودیت و یا تحریمی در عرصه بین المللی ندارد بلکه روز به روز جشنواره گسترده تر عمیق‌تر با روابط بهتر با کشورهای همسو در حال برگزاری یه نظر از بالا نشون داد مراسم اختتامیه یه جشنواره جشنواره است ببین حالا لو میده آقا بغض کرده امروز من در جشنواره حضور پیدا کردم آهان. که بوی انقلاب میدهد بوی گوه میدهد و سالیان ساله چرا گیگلی همزی صحبت میکنم باشه دوست دارم ممنونم سالیان ساله که به عنوان فیلمساز تهیه کننده دبیر جشنواره در جشنواره فیلم فجر بودم و همه سال چوندخال فقط چیز بازیگر نبوده فقط به چه بزنم پرن بازی نکرده چون فیلم کون دادنشون هم بس فیلم میشد بازیگل هم میشد کارگردان تهیه کننده الان هم که رئیسه کون دخواد نگران برگزاری مراسم اختتامیه و نگران برگزاری جشن‌ها مراسمات در سینماهای خود بودیم امسال و امروز من هیچ نگرانی ندارم امسال در این سالن بوی شهدا میاد خانواده های شهدا حضور دارن بچه های انقلاب حضور دارن نه گیگلی بیشوله چرا گیگلی بیشوله بس یه چی چرا احمقه طرفدارای نظام جمهوری اسلامی چرا بد گرفته از مشتی احمق و بیشوله اینه دیگه میگه مراسم امسال پشت و کوه‌تر از هر سال برعکس دقیقا میگم که برعکس بگه درست میشه گفتن کیا رو بردن خانواده شهدا خانواده شهدا و فرد الاسد و اینا رو مثلا حالا آوردن دیگه بوی شهدا میاد بوی شهدا میاد لو داد مراسم اختتامیه که هر سال بلیتش میترکون مجبور شدن که کساندیس بدن دلام شکون رو دعوت کنم بیان تو که سود بدنم دست بزنن این گوه خوده و این چه بغضی میکنه جشنواره فیلم فجر به بچه های انقلاب برگشت برگشت به این چی میگه امروز من تک تک دست همه مردم رو میبوسم که حماسه آفریدن هم در راه پیمایی امروز عالی بود هم در حضور تک تک سالن های نمایشی ما در تهران در استان ها آن گفت راه پیمایی گفت حالا موز من امروز
خوشحالم که استقبال گرم مردمی رو میبینم، مردمی که قرار نبود به صحنه بیان. چرا؟ چرا؟ ولی ما رفتیم از خانواده شهدا مفقودین و یه ده و این چیزا اینه که پول میگیرن میان که گسان نیست میخوردن و میگن الله اکبر از این آوردیم دیگه. ماشاءالله پروپیمون یه حساب جاری گذاشت آقای توسیباز، گفتش که امسال رو قشنگ برای دشمن شکن، امسال دشمن شکن باید باشد. را پیمایی هر چقدر میتوانید پول خرج کنید، پول خرج کنید و گیری بیاورید. راهپیمایی باید چشم دشمن رو پدر ما در آوردن، پدر ما رو 4 ماه در خون برای ما نگذاشتن، حواظتان باشه. حالا ببین با تصور کنید مثلا که 4 ماه تبلیغات میشد که در صحنه نخواهم بود، امروز در راهپیمایی حضور پیدا کردم. خب این که هنر در مراسم چون بخارید که هنر نیستش که، کی گفته بود آخه اولا انکشونی نفهم چی گفته بود حالا اینا شاید امسال باید خلوت باشه. شما کنده کاری نداره که جای لشکر با هم داریم میاریم الان نشون میرم کن. حالا پاس کنید راه پیمایی مختتامیه پیدا کردن کجان که ببینن. الان گفتی که خانواده شهده رو آوردی که بوی شهید میاد که مراسم اختتامیه هنری جشنواره است. چونی نمان کنی شاغاله بدبخته بیشتره آشغال. ببین این شخصیت رو چقدر شبیه همه الان سومی پرین پرپروخ علیز این چه شبیه همه دوستان به شخصیت دقت کنید. حالا فرض کنید تصور کنید تصور کنید مثلا مراسم راهپیمایی 22 بهمن میان و دیگه چی دارم این مراسم 22 بهمن راهپیماییه. میام ببینیم گیگیری ها رو مثلا میام توی تلویزیون آغاز راهپیمایی 22 بهمن راهپیمایی شروع شده میان مثلا مراسم چیز میان مثلا توی تلویزیون دارن چیزو میخواست مثلا میگن رئیس ستاد برگزاری مراسم پرشور راهپیمایی 22 بهمن مسیرهای راهپیمایی رو چیز کرد اعلام کرد. میگن مثلا میگن مسیر شماره 1 خیابان انقلاب، میدان انقلاب، خیابان فاطمی، خیابان آزادی، میدان آزادی. مسیر شماره 2 خیابان ولیعصر، خیابان انقلاب، خیابان فاطمی، میدان آزادی، خیابان آزادی، میدان آزادی. مسیر شماره 3 اینا رو سید علی مثلا داره گوش میکنه پای تلویزیون. مسیر شماره 3 خیابان وصال شیرازی، میدان فاطمی، خیابان فاطمی، خیابان انقلاب، خیابان آزادی، میدان آزادی. مسیر شماره 8 خیابان فاطمی، میدان فاطمی، خیابان انقلاب، میدان آزادی، خیابان آزادی، میدان آزادی. 10 تا مسیر همه آقا یو مثلا سید علی عجب صدا میکنه مثلا این یکی میاد این چیزا رو صدا میکنه آقا آقای وحید صدا کنیم این چه وضعیه این خیابانه، چرا همه مسیرها از خیابان فاطمی میگذره، این چه وضعیتیه آقا کی به حال اینا نمیدونن دیگه اونا که ایش کدوم نمیدونن تمام مسیرهای اشتباهی مثلا حالا همینطوری مثلا اتفاق افتاده همه مسیرها از خیابان فاطمی میره طرف میدان خیابان آزادی میدان آزادی. سیدن کدوم بیشعوری این کار رو کرده است دشمن آقا این خیابان رو چلوغ نکنین، خیابان استراتژیک است. خیابان فاطمی چرا این آقا چون نخارهای بیشرف خب مینداختین این مراسم رو تو میدان فاطمی دیگه این مسیرها رو کدوم بیشعوری طراحی کرده این رئیس اون ستاد رو بیارید میان آقا مثلا پسر خودته مثلا میسمه پسر گفته بابام یه علاقه خاصی به خیابون فاطمی داره تو حرفاش هست مثلا دوست دارین مثلا خوشحالش کنیم نقدر دشمن که خیابون مثلا دوگاگول هم میگه بچه شما این خودش خاک بسه میسم عجب بیشور کر خر نادان من کجا به خیابان فاطمی علاقه مندم تو از کجا فهمیدی
دشمن در خانه خودمان از بیشعور نفهم خیابان آزادی، میدان آزادی، خیابان انقلاب، میدان فاطمی، خیابان فاطمی. بعد توی مراسمشون توی از چند وقته که توی جمهوری اسلامی ایران یک ورژن جدیدی از ویروس کرونا اومده که پدر درار بوده، همه شون ببینید یکی در میون ماسکو زدن به صورتشون. از این استیکان کمر باریکا خیلی باحال. تمام مدرسه ها رو خالی کردی سید علی تو خیابون بدر سگه بیشرف. این باید اسمش جلیل باشه، نگاه کنید چه قیافش خنده است، این خیلی والی. اوه این جلیل، احتمال زیاد اسمش جلیل. مسیر شماره 8، خیابان ولیعصر، خیابان فاطمی، میدان آزادی، خیابان فاطمی دوباره، خیابان آزادی، میدان آزادی. سید علی گوشی رو برمیداره. آقا این مسیرها رو کدوم بیشعوری؟ این خیابان فاطمی چرا؟ دشمن دارد اینجا، دشمن یک شیطنتی کرده است. خیلی میپرسن اونام نمیدونن که مثلا داستان چیه. حاج آقا حالا میگه آقا این مسیرها رو عوض کنیم. تماس میگیره به اون ستاد، میگه این پسرم، این پسر کورخر ما اشتباه کرده بود، این مسیرها رو همین الان عوض کنیم. دوباره تماس میگیرم باش، میگه حاج آقا نمیشه. چه آقا این چه بیام تو تلویزیون غلط کرده این میبینه میشه، بیام عوض کنیم مسیر رو. تمام مسیرها، مسیر از 1 تا 10 مسیر در تهران از خیابان فاطمی شروع میگذره. این بیشعور میسم این کارو کرده. خیابان فاطمی اصلا این اصلا آدرس غلط میده. میگن که حاج آقا نمیشه، 2 ساعت دیگه مراسم شروع میشه، مثلا ساعت 2:30 شب 2 ساعت دیگه مراسم شروع میشه. آقا نمیشه چیه در تلویزیون اعلام کنه، حالیش نیست دیگه. یا آقا اینا همه رو هر کدومشون یه بخشی سازمانی آوردیم، اینا رو مردم نیستن که کونی، مثلا حاج آقا ببخشید مثلا کونی نمیگه بشه، مردم نیستن که در خونهشون در دوره بگیم مثلا مسیر رو عوض شد بگیم که این همه اینا شیتی میتلو گرفتن، اتوبوس میان خالی میکنه از فلان مدرسه، از فلان حوزه علمیه، نمیشه. بعد سید علی میگه مجبور میشه، واقعا نمیشه. میگه ما دشمن شکن، تمام شما گفتی دشمن شکن باشه، ما همه رو جمع کردیم. الان شما میگه همه مراسم به هم میخوره. خود فکر میکنه خب واقعا نمیشه بعد، ولی آخه این کورخر ما هم اشتباه کرده است، این خیابان فاطمی حساسیت برانگیز شده است. یکم گوشی میذاره، یه کتاب اول برای من بیاورید. آقا این بنگاه معاملات ملکی کاملا گمنامی که در قول و عوش خیابان و میدان فاطمی هست رو برای من بگیرید. به وحید میگم آقای وحید، آقای گلپایگانی، آقای بزرگ خودم تماس، آقا شماره شو بگید من میخوام صحبت کنم. خب بیا توی شخونه رو میگیره شماره شو، یه بنگاه مثلا شماره میگیره سید علی، میگه آقا من خیابان، آقا سلام، من خیابان، من توی خیابان فاطمی یک منزل دارم مثلا با این مکتو دو خوابه، یه خوابش اصلا به درد نمیخوره، میخوام اینو بفروشمش. یارو میگه قربان صداتون چقدر آشناس. میگه آجان صدای من چگار داری؟ من زنگ زدم، تماس گرفتم، حسنا من آشناس که آشناس. میگه آقا خیلی صداتون کجا شنید، صداتون خیلی آشناس. او صداتون شبیه مادر جنده خامنه ایه کم، ببخشید. سید علی میبینی عجب آدم نفهمی هستید. گوشیو میذاره، میگه آقا این شماره رو پیگیری، این شماره رو جاداش میکنه، شماره رو پیگیری کنید، این شخص کی بود با من صحبت کنید، مقدهی هم هستی. این شخص کی پدرسک برگشت. آقا یارو بهش میگه که مثلا
و صداتون حاجی خیلی آشناس، خونتون کجاست؟ تو میدون فاطمی؟ تو خیابون فاطمیه؟ کجاست؟ اوه 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 ببخشید قربون، من صداتون خیلی شد باورش نمیشه واسه خود خامنه ای موضوع اینقدر کنکونکی حساسه باید خودش تماس بگیر خونه رو بفروشه. میگه که صداتون خیلی شد، صداتون رو هر جا زنگ میزنه همین بهش میگن آقا صداتون خیلی آشناس، صداتون من تو تلویزیون شنیدم، حال به هم زنم هست این صدا. حالا شب آخ آخ شاید ببخشید من معذرت میخوام، مثلا بونگای دومی بهش میگه یا آقا قربون ببخشید صداتون یکم شبیه این بیناموس خامنه ایه. آقا بیناموس یعنی رهبر انقلاب هستی شما چرا توهین میکنید؟ یه هایچی توهین نمیکنه، همه دارن میگن بیناموس، مگه نهید چی کرد؟ این هم کودک کش کسافت بچه نه ساله رو کش دستور داد بکش. آقا دیدن اونطور رو که شما میگویید هم نیست، یه کلک نکنه خودشی خواهد قصه مثلا شوخی میکنه خود خامنه یا تصور کنید. آقا من اگه من آقا من با شما اگه شوخی دارم این چه درست صحبت کردن است؟ اون شما هم که داشت میکنه مأمور بفرسته بیا رو بگیرن ببرن اربیل. تصور کنید خیلی باحال میشه یا رو بگیرن ببرنش اربیل. بعد میگه که من یه خونه دارم، این خونه رو اصلا میخوام تاق بذارم با یه خونه دیگه توی یه مسیر دیگه ای هستن، یه جایی میدان و خیابون فاطمی از یه بدبخت ریزدیم ما، یه جایی که از مشهد یه نفر میآید راحت در باشد به آنجا برسد. باز یه روی شک میکنه. تمام مسیرها میگه آقا شما هم صدا شبیه اون بیناموس چونی خامنه ایه. آقا چه کسی به شما گفته است؟ عجب این الفاظ باشه، من به عنوان یه مشتری با شما تماس گرفتم. بعد یارو دوباره میگه آقا شبیه خودش هم بری صحبت میکنی، با این ادبیات چه صحبت میکنی؟ یعنی شما با چه ادبیاتی من صحبت کنم؟ دشمن این حرفایی که شما میزنید حرف دشمن است، شعور نداره دیگه. آقا شما خودشی ها کونده خار، نکنه خودشی ها باور نمیکنی، نکنه خودشی خامنه ای، کیرم تو دهنه چه صفت عوضی، برو سرکارمون ریادش در بیری خار کسه. مثلا چهارمین بونگایی که زنگ زده خونه رو بفروشه. شما این سمف رو آقا من میگم که همه رو این سمف باید باید یه دونه این مالیاتی چند برابر بدن. آقای گلپایگان یاد داشت کنید سمف این معاملات ملکی ها مخصوصا اونا که تو خیابون فاطمی هستن اینها رو باید یک تنبیه اساسی بکنیم. با هر جا من تماس گرفتم فوش ناموز به رهبر انقلاب میدن. چه درزه این چه ملتی است که ما داریم؟ بعد اونجا مثلا میخنده یه رو بهش میگه که اینا که تو خیابون هم با کی هست؟ با تو هر جا زنگ میزنی سه دری یکی داری پشت میده. پنجمین چیز بالاخره ما خونه رو بفروشید، پنجمین جا زنگ میزنه مثلا یارو یه اون قدیمی تره، اون اصلا باور نمیکنه که خامنه ای باشه. میدادش میگه آجی صدات خیلی رو اعصابه، باشه خونه کجاست؟ نکنه نزدیک خونه خامنه ای که با سعید توسی میخوابه. آره میفهمه که فهمیدن، همه فهمیدن. آقا عزیز من استاد این چه حرفی شما میزنید؟ نه آقا خامنه ای دیگر کیست؟ خودشم شروع کنه اصلا بازی کرد گور باباش، ای گفتی تو روح پدرش من دیدم دیوس. تو ما بونگاییمون تای خیابون فاطمیه، این کونی اومده اینجا خونش هم شماره پلاک 8 با توسی شما من دیدم نشستن خارکسته میاد میره اونجا کنکونک میکنه. خامنه‌ای رد میکنه آقا الو چی شد؟ عجب بیشعوری هستی آقا، این قضیه لو رفت، این پسر مومن چیار که تمام مسیرهای راهپیمایی از خیابان فاطمی چرا باید بگذرد؟ بدبخت کردیم ما رو. شب و روزگارتون خوش.